باز هم سانحه برای اتوبوس. این بار در جاده جاج رود با 11 کشته و 28 زخم. اینها تصاویر مستند کمک رسانی نیروهای آتش نشان، اورژانس و دیگر دستگاه‌های امدادی برای انتقال مجروحان سانحه دلخراش سقوط اتوبوس کرج ساری به عمق دره‌ای در 5 کیلومتری جاج روده. شدت برخورد اتوبوس با کف دره به حد بود که ملاحظه می‌فرمایید. سقف اتوبوس کلا از بین رفته و زمانی که آتش نشانان خودشون رو به انتهای دره رسوندن فقط یک دو نفر توی اتوبوس بودن و بقیه مسافرها به فاصله چند ده متر اون طرف‌تر پرتاب شده بودن. اتوبوس از ارتفاعی که می‌بینید جاده اصلی جاج رود سقوط می‌کنه و به جاده خاکی پایین. اینجا برخورد می‌کنه، دیفرانسیل عقبش جدا میشه و مجددا پرت میشه به دره پایین. در سر صحنه 11 نفر فوت میکنن و 28 نفر هم مصدوم میشن. از آنجا که این اتوبوس به سامانه سپهتن مجهز بوده، بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده سرعت اون قبل از سقوط 50 کیلومتر بر ساعت ثبت شده. ترمز ماشین برید، یه سواری اومد بغل دیگه نتونستم، گرفتم کنار، سر خوردم رو خاک، رفت بالا بخورد به بتونی. کارشناس تعیین شده که بیاد ادعای کشه در رابطه با نقص فنی اتومبیل هست و سده همین اتوبوس هست بررسی کنه. ایران دومین کشور پرتصادف جهان. این آمار رو مسئول پیگیری تصادفات جاده‌ای کشور داده و گفته یکی از علتهای اصلی افزایش کشته‌های جاده‌ای ناامن و غیر استاندارد بودن خودروهای داخلیه. بهرام پارسایی با ابراز تأسف از وضعیت تولید خودرو در ایران گفته در طول سالهای گذشته به بهانه امنیت شغلی حمایت‌های غیر اصولی و بیش از حد از خودروسازها شده. از کمیسیون عمران مجلس هم خبر می‌رسه پس از تعطیلات مجلس این کمیسیون با حضور وزیر راه موج تصادف‌های اخیر رو بررسی می‌کنه. دادستان کل کشور و وزیران راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و فرمانده پلیس راهور امروز به توصیه رئیس قوه قضاییه جلسه مشترکی گذاشتند تا برای جلوگیری از حوادث مکرر جاده‌ای فکر چاره‌ای کنند. خروجی این جلسه فعلا به اینجا منتهی شد. کارگروه خاصی رو ما تشکیل دادیم با مدیریت و نظارت خود دادستانی کل کشور که انشاءالله هر چه زودتر ظرف مدت یک ماه اون چرا که احتیاج هست در اصلاح قانون و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های لازم اینها رو سریعا پیش بینی بکنن، اون چه که مربوط به دستگاه قضایی از طریق دستگاه قضایی و اون چه که مربوط به پلیس و یا وزارتخانه های آموزش پرورش و راه و شهرسازی هست از طریق دستگاه های مربوطه دنبال بشه و امیدواریم که دولت محترم هم با اولویت قرار دادن این پیشنهادات در جهت کاهش چشمگیر حوادث رانندگی باشد. ما متاسفانه هر از چندگاهی شاهد هستیم و همین شب گذشته هم باز شاهد حادثه دیگری بودیم.